میخوایم راجع به کیست تخمدان PCO پولیکیستیک اوورین صحبت بکنیم، برای سندروم تخمدان پولیکیستیک بهش میگن، کیست تخمدان صحبت بکنیم، بعد راهکار پیشگیری البته اول و بعد رفعش رو با هم دیگه گفتگو بکنیم. خیلی کاربردی براتون خواهد بود، مطمئن باشید، و مطمئنم که این ویدیو رو برای دیگرونم فوروارد خواهید کرد، چون که مطالبی که خدمتون ارائه میشه ویدیوی قبلی من دیدین دیگه کاملا بر اساس مبانی دقیق هست و بنده بسیار آدم دقیق هستم، سعی میکنم هر جمله‌ای که میگم مبنای دقیقی داشته باشه، که خب سلامت شما به خاطر اینکه برام مهمه. سعی کردم هر مطلبی که خدمتون ارائه میکنم مبنای علمیش حتما رعایت شده باشه. حالا این مشکل چی هست؟ خب یک کیست غیر طبیعی تخمدان هست که خب معمولا بعد از مدتی آرام آرام خودش مرتفع میشه، یا اینکه بعد از ازدواج معمولا خودش حل میشه. خب تو مواقع متخصص محترم زنان اگر ببینه که نتونه مشکل رو حل بکنه، از قرصای هورمونی و از قرصای LD استفاده میکنن، که خب البته اونا هم عارضه دارن، باید سعی بکنین که به اونجا نکش. اما علت ایجاد کیست تخمدان چی هست؟ علت ایجاد کیست تخمدان رو تو چند تا مرحله میخوام خدمتون عرض بکنم. اولین و مهمترین اینه که میخوام بازش بکنم، عدم رعایت تدابیر پریودیه. اولین و مهمترین علت ایجاد PCO عدم رعایت تدابیر پریودیه. که چی؟ یک، خانم ها در دوره پریودیشون استحمام میکنن. شما برید ببینید قدمای ما و کمای ما در قرون متمادی تاکید داشتن، شما از بزرگتران بپرسید هنوز میگن در دوره پریودی خانم نباید استحمام بکنه. حالا اگر هم خواست استحمام بکنه، از روز پنجم ششم اونم یه استحمام بسیار کوتاه، که فقط در همین حدی که مثلا بوی عرق بدنشون ازشون دور بشه، مثلا در همین حد ازش استفاده بکنن. دوم این که در دوره پریودی نباید از سرد ایجاد استفاده کرد، نظیر ماست و دوغ و خیار و گوجه و هندوانه و اینها در دوره پریودی از همون کودکی، اصلا قدیمی ها یاد می دادن به دختر بچه ها که تو دوره پریودیش نباید سرد ایجاد بخوره، نباید سرکه استفاده بکنه. سوم، در دوره پریودی نباید دختر خانم استخر بره مثل همون استحمامه، و این میتونه باعث عارضه‌های جدی بشه. چهارم، نباید جای سرد بنشینه، نباید جای رطوبی بشینه. خب خیلی اوقات مثلا میبینی که دختر خانوما به خصوص رعایت نمی کنن، مثلا میبینی جای سرده میشینه به مدت طولانی، بعد حالا همین جوریش که مضر هست، بعد تو دوره پریودی هم باشه خب باعث برودت عضو میشه، و وقتی که برودت به رحم غالب بشه آرام آرام تخمدان ها هم درگی میشن و رطوبتی که وارد رحم میشه دیگه دفع نمیشه و میشه همون PCO. استفاده از بستنی، یخ، آب یخ، در به طور کلی که اصلا یخ آب یخ توصیهش نمی کنیم. بستنی و یخ آب یخ در دوره پریودی باشه که قطعا دیگه بیماریزاست و باعث PCO میشه. دوری از اعراض نفسانیه، هم و غم، استرس و استراب های بی خودی، و یا حمل استرس و استراب هایی که مال گذشته بوده ولی هنوز همراه خودتون هم کردید خانم محترم، خب اینو همراه خودتون هم نکنید، چون رحم عضوی عصبانی است. جناب بو علی میفرماید عضویه که عصب زیاد داره، خیلی تحت تأثیر دماغ و مغز هست. همین الان هم در تحقیقات امروزی هم که خب بهش رسیدن دیگه، به این رسیدن که هورمون ها در حقیقت دارن از دماغ آزاد میشن و از غده پیچوری گلند دارن آزاد میشن و مستقیم ارتباط دارن به رحم. خب پس هم و غم و گرفتاری ها و اینجور چیزایی که داخل ذهن دهی نگه میداریم باعث میشه که روی رحمت اثر منفی بتونه بگذاره و در دراز مدت میتونه حتی باعث PCO بشه. حالا برای رفعش چیکار بکنیم؟ چند تا راهکار خانگی بسیار بسیار مؤثر میخوام خدمتتون بگم. اول اینکه خب اون موارد رو رعایت بکنید. دوم اینکه از ابتدای دوره پریودی روزانه یک عدد پیاز پخته
به خصوص اگر پیازه مقداری کشیده تر باشه بهتره استفاده بکنید. دوم، روغن مالی بکنید روی رحمتون رو با روغن گل سرخ. حالا توی خانوم ها میتونن به اصطلاح از با اپلیکاتور تزریق واژینالش هم استفاده بکنن، 3 تا 5 سیسی معمولا توصیه میشه. سوم، راهکار بسیار بسیار موثرتر اینه که از لگن آبزن استفاده بکنید. 70 گرم میشه یه سیر، 70 گرم بومادران، برگ بومادران، 1 واحد برگ ریحان سبز، یعنی میشه اون 2 واحد این 1 واحد میشه 30 گرم، و 30 گرم ختمی. به اینها 0.5 لیتر آب اضافه بکنید، 10 الی 15 دقیقه خیلی آرام بجوشه، صافش بکنید، بعد بهش 1 لیتر تا 1.5 لیتر آب دوباره اضافه بکنید در حدی که صافش بکنید، و بعد اون آب رو بهش اضافه بکنید، و بعد در حدی باشه که تا روی نافتون اون آب بیاد. اون لگن آبزن داخلش میشینن، به این میگن لگن آبزن در طب ایرانی، بسیار بسیار کمک کننده است. البته اگر پیسیوت قدیمیه و مشکلاتی باید آرده شده، خب به متخصص مراجعه بکن، پیگیری بکن، و انشاءالله از طریق متخصصین طب ایرانی مشکلت به راحتی مرتفع خواهد شد.